6ZI N مساوی با 6 بشه این 6ZI بعد N مساوی با 7 بعد N مساوی با 8 و همیشه تمام اندلی های محیط محاط در دایره رو در نظر بگیریم بعد XN رو تعریف کنیم چی؟ NZI منتظم محاط در دایره این هم XN این XN ها همه داخل چی هستن؟ همین یه دایره هستن که صحبت رو کردیم با هم دیگه و به طور کامل دارن چه اتفاق میفتن؟ اگر شما به این صورت عمل کنید این NZI ها حالا چند تا ZR دیگه اینجوری یک NZI که در روشی شده اگه بخوایی بسشن کلی به دایره بدونی که یه ارتباطات خاصی هم دارن و زاویه مرکزی و بحث خاصی اینجا اتفاق این NZI هایی هستن که داخل دایره در نظر میگه حالا میشه به کمک این مثلث هایی که دیدیم اتفاقاتی بیفته و از ساعت حساب کنیم بنابراین دایره دنباله ها به شدت بنابراین مورد بحث هستن یا میتونن دنباله های خاص ایجاد بشن و بعضی از این دنباله ها کاملا طبیعت به وجود میان برای مطالعه بیشتر پدیده ها مثلا یک مدل در ریاضیات پیشرفته بهش میگیم یک مدل گسسته گسسته یعنی چی؟ ببین ما دو تا مدل رو میگیم مدل های پیوسته و مدل های گسسته مدل های پیوسته مثل عدد حقیقی در عدد حقیقی شما وقتی میگید در مثلا تی لحظه تی لحظه بعدش قطعا وجود نمیتونه بگیم لحظه دقیقا بعدش چی میشه چون به طور پیوسته حرکت میکنه هیچ موقع عدد بعد از تی مشخص نیست پس کانتینیوس پیش میرید به طور پیوسته حرکت میکنه اما در پدیده های پیوسته شما میگی چی؟ اینجا رو نگاه کنید fx مساوی مثلا اینجا مثلا در میگه میشه تی یک تی دو تی سه درسته؟ یک دو سه n تی n اینا میگن مدل های گسسته اینا میگن مدل های گسسته اینا میگن مدل های پیوسته مثلا وقتی شما گفتید fx مساوی x2 f تابع باشد از r به توی r این یه مدل پیوسته است وقتی بگیم f از اعداد طبیعی به توی از اعداد طبیعی به توی r با ضابطه fn مساوی n2 یه مدل گسسته است چون بگیم مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم همیش که دارید در واقع بینشون تفاوت وجود داره از مرحله و مرحله بعد کاملا با هم دیگه مشخصه این در واقع مقدمه خوشی راجع به دنباله هاست اما یه نکته اساسی وجود داره که ما دنباله ها رو اصلا اساسا چرا مطالعه میکنیم و دنباله ها یکی از مباحث اصلیشون رفتارشون در بینمایه است ببینید یه اتفاقی که در دنباله ها میفته این هستش شما میگید یه دنباله من دادن فرض کنیم دنباله حالا من میتونم از این بعد دنباله رو ننویسم فقط بخونه بگم دنباله بخونم دنباله آین این کلمه رو دیگه نیاریم بزنیم فرض کنیم دنباله آین نزدیک تا بی‌نهایت داده شده باشه تو ذهن شما چی میاد همون تابعی که از طبیعی تو آر رفته آیکش مشخص آدو آسه تا آخر ببین به ازای هر عدد طبیعی برای هر این متعلق به عدد طبیعی ما میدونیم آن چی هست به ما داده شده این مشخصه یه ای عدد مشخص در آره درسته عدد مشخص تا زمانی که این رو به من میدید آن رو من میتونم معرفی کنم بهتون اما سوال چیه؟